قطعا همتون لوگوهای معروف دنیا رو دیدین و دارین ازش استفاده هم میکنین. هیچ وقت به معنی اون لوگوها فکر کردین یا اینکه تو طول زمان لوگوها تغییر کرده، چرا تغییر کرده و اصلا معنی اونا چطوری هست؟ تو این ویدیو من میخوام به بعضی از لوگوهای معروف بپردازم که چه معنی دارن و چطوری ساخته شدن و به چه شکل هست. همراه من باشید. شما دوست عزیز برای اولین بار داری این ویدیو رو میبینی و علاقه داری به گرافیک و موارد کارآمد گرافیک، مثلا مثل همین ویدیو که در مورد لوگوهای معروف میخوام توضیح بدم، فقط کافیه توی کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید که هر موقع از این ویدیوها گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه و تشریف بیارید ویدیو رو ببینید. هر کدوم از لوگوهایی که شما دوست داشته باشین میتونید تو قسمت کامنت ها بنویسید، حالا لوگوشو طراحی بکنم یا در موردش توضیح بدم. هر کدوم که دوست داشتین برام کامنت کنید که در اولین فرصت براتون میسازمش. میخوایم آشنا بشیم با 16 تا لوگوی معروف که همشون معنی پنهان دارن که هرگز به آنها توجه نکردیم. شماره 16، هاندی یا هیوندا. خیلی از مردم فکر میکنن لوگوی هیوندا به سادگی حرف اول نام هیوندا هست، یعنی H به خاطر حرف اولش هست. در واقع نماد دو نفر هست، یک مشتری و یک نماینده شرکت که دست دادن به هم و دست دادنشون بسیار متفکران است. شماره 15، آدیداس. بنیانگذار آدیداس آدولف دستلر هست که برگرفته شده از نام خودشه. لوگوی شرکت تو طول زمان تغییر میکنه و به 3 تا لوگو تغییر کرد که لوگوی فعلی الان اون 3 تا نوارهایی هست که بالای آدیداس قرار گرفته و نماد کوه رو نشون میده، یعنی شکل مثلث رو تشکیل داده و یک نماد کوه هست که چالش ها رو نشون میده و نماد سختی رو هست که تمام ورزشکاران باید هر روز با آن غلبه کنن. شماره 14، اپل. راب جنوف طراح لوگوی اپل که ایده خودش رو به شرکت توضیح داد که ایدهش چی بود. او یک کیسه سیب خرید و سیبا رو داخل کیسه قرار داد. سیبا رو تو ساده ترین حالت ممکنه اومد طراحیش کرد و یه سیب رو خیلی به صورت تصادفی گاز میزنه همون لحظه. یک بخشی از آزمایشش هم بود که میتونه طراحی سیب به شکل گاز زدن باشه که این لوگو تبدیل شد به یک لوگوی خیلی ساده که لوگوی اپل شناخته شد. شماره 13، وایو. لوگوی وایو یکی از زیرمجموعه برند سونی بوده و شامل سری لپتاپ های این برند میشه که حرف اول وایو یعنی وی و ای نماد یک موج آنالوگ هست و آی و او هم عدد 0 و 1 رو نشون میده که نماد دیجیتال است. شماره 12، آمازون. نگاه اول آمازون به نظر میرسه چیز خاصی نباشه. شرکتی که طراحیش رو انجام داده هدفش این بوده در ذهن مخاطب بمونه. فلش نارنجی شبیه لبخند هست چون شرکت میخواسته مشتریهاش راضی باشن. فلشی که از A اولین حرف حروف انگلیسی تا Z که آخرین حرف حروف انگلیسی کشیده شده، یعنی هر محصولی که نیاز داشته باشی میتونید تهیه بکنید. به قول خودمون از شیر مرغ تا جون آدم میذاره. شماره 11، بسکین رابنز. بسکین رابنز یک برند فروشگاه زنجیره‌ای بستنی هست. رنگ‌های صورتی داخل لوگو که عدد 31 رو تشکیل میدن، یعنی چند تم بستنی داره. شماره 10، تویوتا.
خیلی از مردم لوگوی تویوتا رو تصویر یک گاوشرون که کلاه بر سر داره مقایسه میکنن. در واقع یک تصویر تلطیف شده را نشون میده که یک نخ از داخل سوزن رد شده و اشاره داره به گذشته این شرکت. و گذشته این شرکت یک ماشینای بافندگی تولید میکردن که اگر دقت بکنید هر کدوم از این شکل لوگو رو بخواید جدا جدا کنید یک حرف رو تشکیل میده که شده تویوتا. شماره 9 کانتیننتال. کانتیننتال یک تولید کننده معروف لاستیک خودرو است که دو حرف اول لوگو شکل چرخ ماشین رو در ذهن بیننده تداعی میکنه که خیلی ساده مفهوم رو رسونده. شماره 8 فرمولا 1. اگر با دقت به فضای سفید مرکز لوگو نگاه کنین عدد 1 نوشته شده بین حرف F و نوارهای قرمز رنگ سمت راست. این خطوط قرمز رنگ به معنای سرعت بالای خودروهای شرکت کننده این مسابقات است. شماره 7 پینترست. توی پینترست مردم تصاویر رو جمع آوری میکنن و اونها رو به تابلوهاشون پین یا سنجاق میکنن که خودمون هم از این سایت زیاد استفاده میکنیم برای ایده گرفتن. این پین داخل لوگو هم استفاده شده. اگر دقت کنین توی لوگو حرف پی رو مثل المان پین در آوردن. شماره 6 بیتز. این لوگو متعلق به تولید کننده تجهیزات صوتی در ایالات متحده آمریکا است که تمرکز آن بر روی انواع هدفون ها است. شماره 5 توبلرون. توبلرون یکی از خاص‌ترین لوگوها در دنیاست. لوگوی یک شرکت معروف شکلات سازی هست. روی لوگو اگر دقت کنی روی کوه شبیه خرس است که کوه نماد رشته کوه آلپ هست و وجود خرس قهوه‌ای هم داخل کوه نوعی نماد شهر بر بر کشور سوئیس. شماره 4 BMW. لوگوی BMW نمادی از تیغه های چرخان هواپیما است که برمیگرده به تاریخچه شرکت فناوری هوانوردی و خیلی ساده این لوگو رو طراحی کردن و اگر دقت بکنید رنگش که آبی و سفید هست از پرچم باواریا نشأت گرفته. شماره 3 LG. LG یک شرکت الکترونیکی کره‌ای است که نماد این لوگو تلطیف شده از چهره یک فرد است و هدف اصلی شرکت روابط صمیمانه با مشتریان است. شماره 2 اورنوت. اورنوت یک نرم افزار یادداشت برداری است. حالا چرا شبیه فیله؟ چون فیلا حافظه خیلی قوی دارن، یعنی بعد از گذشت زمان طولانی میتونن اتفاقات گذشته رو تشخیص بدن، حتی چهره ها رو هم تشخیص میدن. حالا توی لوگوی فیل اگر دقت کنیم گوشش تا خورده. چرا؟ چون به این معنی هست که هر صفحه رو شما میخونید و میخواید مشخص کنید تا کجا خوندید اون قسمت رو تا میزنید و گوش تا خورده فیل هم به این منظوره برای به یاد آوردن یادداشتایی که نوشتید. شماره 1 کوکاکولا. یک برند نوشیدنی است که همه میشناسیمش. اولین چیزی که به چشم میخوره رنگ لوگوی سفید و قرمز هست که از پرچم دانمارک گرفته شده. که این لوگو برگرفته شده از دو کلمه کوکا، برگ گیاه کوکا و کولا، دانه های گیاه کولا به عنوان منبع کافئین. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشین. اگر همینطور بوده لطفاً لایک کنید. اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید. و اگر به یک لوگوی علاقمند هستین و دوست دارین آموزشش رو ببینین و طراحیش کنین لطفاً تو قسمت کامنت ها برام بنویسین که در اولین فرصت اون لوگو رو براتون طراحی میکنم.